ده کشور با آمار بیشترین خیانت به همسر لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب ویدیو رو لایک و زنگوله رو روشن کنید تا از کلیپ های جدید ما با خبر بشید یک تایلند 56 درصد تایلند با یک تفاوت خاص و با شک و تردید داره رتبه اول در میزان خیانت جنسی در جهان است و این مسئله به شکلی صنعت در این کشور خود دمایی می کند و بخش عظیمی از اقتصاد این کشور در جنوب شرقی آسیا را به خود اختصاص داده است کارگران جنسی در پاتونگ به ارائه هر گونه خدماتی به متقاضیان مشهور هستند. پاتونگ دهشر شهر بانکوک یکی از فایش خانه های دنیا است. دو، دانمارک 46 درصد. کپنهاگ پایتخت دانمارک به قلم روی روابط اجتماعی و شهوانی معروف است. در دانمارک در کنار هتل‌های شایسته و مناسب، خانواده‌ها توانند به راحتی مغازه‌های فروش وسایل جنسی را نیز مشاهده کنند. 3. ایتالیا 45 درصد. ایتالیا کشوری است که مرد شهوتی و زنباره اصیلی به نام جاکونو زانووا را به جهان معرفی کرده است آنها همچنین مردمی هستند که کوسیلا بیا بلوسکونی را به عنوان رئیس جمهورشان انتخاب کردند پس آنقدر را هم تعجب آور نیست که ایتالیا در رتبه سوم این فهرست قرار بگیرد چهار آلمان چهل و درصد زنان متحل آلمانی شهوانی ترین زنان اروپا هستند حدود 60% درصد از آنها به همسر خودشان خیانت می ظاهرا در این مورد زنان آلمانی گوی سبقت را از همتای خودشان یعنی فرانسویها ها رو بودند. 5 فرانسه 43 درصد به نظر میرسد روابط نامشروع رؤسای جمهور فرانسه تبدیل به یک سنت شده باشد این مسئله را در نظر داشته باشید که فرانسوی ها تنها مردمانی بر روی زمین هستند که به بچه های دوازده سالم اجازه دادن فیلم پنجاتهی به خاکستری یک فیلم عاشقی و تحریک کننده آمریکایی را ببیند و با استقبال خوبی هم مواجه شده است پاملا دراکرمن در کتابش به نام ترجمان شهوات تاکید می کند در فرهنگ فیلم های فرانسوی خیانت به همسر از های قهرمان داستان است 6. نروژ 41 درصد ثبت نام های جدید در وبگاه خیانت جنسی ویکتوریا میلان با فرار رسیدن فصل گرما 78 درصد افزایش یافت اگر در نروژ زندگی می کنید حتما میدانید چرا فصل جفتگیری در این کشور بسیار کوتاه است بر اساس یک وبلاگ به نام یک کانادایی در نروژ آمار پایین خیانت در نروژ به دلیل کم بودن جمعیت این کشور است نروژ کشور کوچکی است آدمها در این کشور همدیگر را میشناسند بنابراین خیانت در این کشور رواج کمتری دارد هفت بلژیک جامعه دوستیابی برخط و خدمات شبکه اجتماعی گلیدین محبوب ترین وبگاه مردان و زنان متعلق بلژیکی برای یافتن افراد جدید برای ایجاد رابطه جنسی است این وبگاه یک یک دام میلیون عضو دارد به گفته یکی از مشاورین گلدین معشوق داشتن تبدیل به یک موضوع عادی شده است و دیگر مخفی و پنهانی نیست به اعتقاد وی داشتن یک یار و همدم غیر زن رسمی باعث از بین رفتن افسردگی می شود 8 اسپانیا 39 درصد با اینکه اسپانیا زنان پرحرارتی دارد به دلیل آنکه بسیاری از آدمهای این کشور مذهبی هستند از لحاظ خیانت جنسی در رتبه پایین قرار گرفته است بیشتر آنها پایبند سنتهایی هستند که آدم را از رابط جنسی خارج از ازدواج باز می‌دارد. بسیاری از اسپانیایی کاتولیک هستند بنابراین نگاه منفیشان نسبت به خیانت کاملا طبیعی است نو بریتانیا 36 درصد آدمهای مقیم بریتانیا میان کشورهای اروپایی داره سطح پایین از نرخ بیوفایی و خیانت هستند این مسئله گواهی از بر دیدگاه پارسیان آنگل و ساکسونی نسبت به اخلاقیات نیمی از پاسخ این نظرسنجی در این کشور که مرتکب خیانت شدند از کارشان پشیمان هستند ده فنلاند سی درصد به گفته یکی از شهروندان فنلاند رابطه جنسی در این کشور به عنوان تجربه مثبت تلقی می شود در حقیقت آدمها در فنلاند به دیگر خیانت جنسی نمی کنند آنها رابطه موازی دارند خیلی هم خوب اما نمی چنین کاری را به شما توصیه بکنیم یک پنجم مردان متحل در این کشور اروپای شمالی دست کم با ده زن دیگر رابطه دارند.